من معلم روستای دستگیر ناگرد هستم. متاسفانه آب شرب اینجا خیلی غیر بهداشتیه. ما معلم ها مجبوریم آب خوردن رو از شهرستان منوجان بیاریم، یعنی 300 کیلومتر رو برتر. هر هفته یه دبه با خودمون میاریم، دی آخر هفته دوباره برنگ دوباره میاریم و این خیلی برای ما سخته. بعد آب شرب خیلی بده و بیماری مثل کلیه در میاره یا مثلا معده در میاره. بچه‌ها اینجا ما همه کلیه در دارن، یعنی اکثر دانش آموزای ما همه کلی در دارن بخاطر همین آبشه. هیچ مسئولی به ما سر نمیزنه، هنوز داخل کپری ما، یعنی عقب مونده ما. یعنی هر کیا اینجا اومدن ها مسئول هیچ کی نمیاد. بستانداری اصلا هیچ کی نمیاد. راست حسینی خدایش من میگم ببین اگه یه مسئولی به ما سر میزد دل سوزانه خود ما وضع حالمون اینجور نبود. هر کی بیای جاده رد شه بره خود نشود دلیل مسئول بیا جاده رد میشه میره درسته، ولی خب باید به ما برسن یا نه. ما میگیم دامدار یکی دو تا سه تا گوسفند بیشتر نداریم. کشاورز این مردم هیچی، کشاورزی هم خودتو میدونی که جا کشاورزی اگر باشه یکی چیز برای 10 کیلو 5 کیلو پیازی برای خوردن خودش دیگه هیچ درآمد اینجا نداریم. جاده اون با جاده بین المللی 10 کیلومتر 20-30 سال تهرش هست، هیچ کسی مسئولی سر نمیزن جاده ما درست نمیکنه. این وضع حال ما شما میبینید تو روستا همه کپر نشینیم. تا زنده یاد آی والی بود یکی دوباری اومدم و اما از مسئولین دیگر فرموندار ما که یعنی مسئول شهرستان بشاگرد هست 7 کیلومتری ما اومده به محضی که او روستاها دیده که هیچ کاری انجام نداده روش نشده بیاد این روستا. نه آب آشامیدنی داریم ما، نه دهیاری داریم، نه بهداشتی داریم. هیچ کسی نمیاد به داد ما برسه. ما مال همین کشوریم، ما مال همین مملکت ایرانیم. واقعا اگر اینا به مشکلات ما رسیدگی نکنن ما فردای قیامت گریبان اینا میگیریم. گریبان مسئولین میگم ما حتما گریبان اینا میگیریم اگر قیامتی هست. اگر واقعا قیامتی هست، اگر میگن که اسلامی هست در این مملکت، ما میبینیم حکومت اسلامیه ولی کسی نمیاد داد